در گفتار پیش رو من کوشش میکنم به این پرسش در حد وسع خیلی مختصر و کوتاه پاسخ بدم که آیا برداشت و فهم تمثیلی از آیات قرآن ممکن و مطلوب است و آیا در طول تاریخ مسلمانان مختلف به چنین کاری دست یازیدند یا نه و چه مصادیقی و چه معیارهایی داشته است و اینکه آیا در زمان ما چنین کاری موضوعیت دارد یا نه. ابتدا اجازه بدید من اسلاید هایی رو که آماده کردم با شما اشتراک بگذارم. اون چیزی که من در بارش صحبت خواهم کرد مقوله ناآشنایی نیست برای اون کسانی که تاریخ دین رو میشناسند. فهم تمثیلی از دین بسیار چیز شناخته شده است و اینی که دین ظاهری دارد و باطنی دارد نیز امر عجیب غریبی نیست، ولی معمولا به طور خاص تو دوره معاصر کسانی که توی فرهنگ سنتی دینی بالیده اند براشون ضرورتا آسان نیست که ذهنشون رو تطبیق بدن با یه نگاهی که موقعی که با مثلا متن قرآن برخورد میکنند یا با احادیث و روایات دینی برخورد میکنند و جایی از این روایات با عقل انسانی که توی قرن 21 زندگی میکنه و آموزش دیده و درس خونده منافات پیدا میکنه، چگونه میتوانن این تعارضها رو حل کنند. من اگه بخوام یه چکیده ای از محورهای بحثم به شما ارائه بدم، همون جوری که در اسلاید ها میبینید، نکته اول این است که متون دینی آکنده اند از انواع و اقسام رمزها، اشاره ها و تمثیل ها و اینی که متن قرآن تمثیلی است و رمزآلود است و سرشار از اشاره است چیزی نیست که ضرورتاً از بیرون دین بتوانیم رو فهمید. این رو میتوان از داخل متون دینی، از داخل خود قرآن هم استدلال کرد که موقعی که ما متن قرآن رو میخونیم ضرورتاً نباید یا اینها رو نباید صرفاً به معنای ظاهری و تحت لفظی فهمید. حالا چه آیاتی که به زعم دینداران محکم باشن، چه آیاتی که متشابه باشن، در یه جاهایی باید به صراحت رفت سراغ یک معنایی که از معنای ظاهریش فاصله داره. و یکی از کارهای بسیار رایجی برای انجام دادن این کار تعویل است. تعویل در زبان فنی یعنی برگرداندن هر سخنی به اول خودش، یعنی که شما اگر یه جمله، یه متن، یه عبارتی در قرآن یا در سنت یا در حدیث میبینید که معنای ظاهری داره، این معنای ظاهری پیش از آن یه معنای عمیق‌تر و باطنی داشته است که اول، یعنی در واقع نقطه صدور این بوده است و با این ظاهرش متفاوت است. این ادعای تعبیرگرایانه است. از کجا این رو استنتاج میکنن؟ از آیات فراوانی که در خود قرآن وجود داره. خداوند مثل میزند و این عاقلان هستن که در این تمثیل ها تعقل میکنن. یعنی اگر شما صاحب خرد باشید به تفسیر قرآن، وقتی خدا برای شما مثل میزند نمیگوید چون خدا گفته ما دنبال معنای تمثیل نمیریم، همینی که گفته ما میفهمیم. این از آیه قرآن و تلکل امثال و نظره به حال ناس و ما یعقلها الا عالمون. ما این مثال ها رو به مردم میزنیم، فقط عالمان هم که در این تعقل و تفکر و تدبر میکنن و از این قبیل آیات در قرآن فراوان. این بحث سابقه تاریخی دارن. این روی کرده تمثیلی به متن قرآن، به احادیث، به روایات، به قصص الانبیا استثناء و حاشیه نیستن که تصادفا بگیم یه عده‌ای در حاشیه فرهنگ‌های مسلمانی یا یه عده‌ای از مسلمانانی که به زعم پاره‌ای از ملل و نهل نویسان هترودوکس بودن یا بدکیش و بدائین بودن یا در حاشیه تمدن دینی بودن این کارا رو کردن. دست برقضا این رویکرد تمثیلی در مرکز فضای فکری دینی بوده در طول تاریخ. نکته دوم من این است که باطن گرایی و میل به تعویل مبنای عقلانی دارد. یعنی اینجوری نیست که یک عده‌ای خواستن مثلا برخورد ادیبانه یا شاعرانه با متن قرآن بکنن فلذا خواستن یه برداشت تعویلی یا باطن گرایانه ازش ارائه بدن. مبنای عقلانی دارد به خاطری که اینها خواستن هم برای عقل خودشون ارزش قائل باشن هم برای اصالت یا حجیت یا اعتبار متن به اسم قرآن.
در لذا در کنار این معرفت وحی بنیاد، خرد خود بنیاد انسانی هم با معناست برای اینها. یعنی خداوند به آدمی عقل داده، مغز داده، این مغز توانایی استدلال دارد که با اون وحی متفاوت است، یکی نیست. حالا شما میتونید در نهایت بگید اینا در یه راستا حرکت خواهند کرد، ولی بالاخره دو تا منبع مختلف ما داریم اینجا. اون تفسیری که بسیار مهم است در این بحث این است که رویکردهایی که تمثیلی که ما به دین داریم مبتنی بر این است که بین عقل و بین وحی سازگاری وجود دارد، یا باید این سازگاری وجود داشته باشد. چون دی از این دارم شما بگن نه، این ضرورتی نیست اینا با هم سازگار باشن. یعنی ممکنه وحی به شما یک چیزی بگوید که عقل آدمی در نیاورد یا عقل آدمی انکارش بکند، ولی حقیقتی پشتش نهفته است، حکمتی پشتش نهفته است. یه دی از مسلمانان میگن اصلا خبری نیست، اگر شما وحی رو خوندید، اگر شما قرآن رو خوندید با عقل شما سازگار نیامد، یک اشکالی وجود دارد، در اون اشکال رو باید مرتفع کنید تا جایی که عقل آدمی بتونه این رو هضم کنه، بتونه کنار بیاد. یعنی که ما نه به ولایت پیغمبر پشت میکنیم نه به عقل خودمون. ولایت محمد یا وحی محمد نیامده است که مهر ابطال به عقل آدمی بزنه. هر کسی که به شما این رویکرد تعبیر گرایان اینو به ما میگن که هر کسی که به شما اومد گفتش که محمد بن عبدالله آمده وحی آورده که از امروز به شما میگه عقل شما هیچ خاصیتی نداره، در هیچ چیزی تعقل نکنید، فقط حرف منو گوش بدید، این منافات داره به رویکرد تعبیری. رویکرد تعبیری به شما میگه که پیغمبر آمده است که در کنار عقلی که شما دارید وحی به شما بده که این عقل شما کمال پیدا کنه، یا به اوزهایی برود یا به ساحتهایی پا بگذارد که به طور عادی پا نمیگذارد یا علاقه نداره بره. ولی اصل نکته این است که ولایت محمد یا اتوریته محمد یا حجیت محمد به عنوان پیامبر اسلام یا هر پیامبری، حالا محمد بن عبدالله خود پیامبر مسلمان هست، تضاد و تعارض و منافاتی با عقل آدمی ندارد. لذا ما نیازمند این هستیم که نگاه تعبیرگرایان داشته باشیم. چرا اینجور بحثا مهم است؟ بخاطر اینکه خیلی از مؤمنان فارغ از زمان ما، اینی که بگیم که قرن 21 کسی رفته دانشگاه، کسی با علم روز برخورد کرده است، بعد یه اشکالاتی دیده، یه تناقضاتی دیده، بعد به این صرافت افتاده است که بعد یه جور دیگه بفهمیمش، این یه امر کاملا مستحدثیه. ولی در طول تاریخ مؤمنان موقعی که متن قرآن رو می‌خوندن یا متون دینی رو می‌خوندن، این تناقض‌ها و تعارض‌ها رو بلافاصله دریافت می‌کردن، مگر خب کسانی که این توانایی تجزیه و تحلیل عقلانی رو نداشته‌اند که این کار رو انجام بدهند. خب یه عده از مؤمنان با تسلیم محض به این که متن مقدس است، یا با باور به اینی که این متن از جانب خدا آمده، ما قرآن داریم، قرآن سخن خداست، فلز و سخن خدا، اشکالی درش وارد نیست، سخن خدا مقدس است، سخن خدا بی عیب است، سخن خدا کامل است، لذا اینا در همین لفظ توقف میکنن، فارغ از اینی که از این سخن کامل محض مطلق بدون عیب خداوندی که شما هیچ چیزش نمیتونید بفهمید یا مشکلی برای شما نمیتونه حل کنه، صرفا در حد الفاظ و عباراتی که شما سمعنا و اطعنا میگوید و دنبالش میرید، از اینکه چه حاصلی خواست حاصل میشود، این بحث جداگانه است. ولی عمده این موضوع این است که عمده بعضی از مردم این است که شما خدا چنین گفته است، شما دیگه سوال نمیکنی، باور میکنی به این فقط. ولی این مشکل حل نمیکنه. مشکلی که حل نمیکنه این است که شما دو تا آیه قرآن دارید با هم سازگار نیست. یعنی اگه از شما بپرسن شما به کدومی که پایبند میمونید، شما همزمان نمیتونید بگید من با دو تا گزاره متعارض سازگارم پایبندم، و شما نمیتونید همزمان بگید قرآن به شما یه چیزی میگوید درباره مثلا آفرینش، ولی موقعی که به علم روز مراجعه میکنید، موقعی که فیزیک میخونید، موقعی که کیهان شناسی میخونید، این به اصطلاح معرفت عالمی که قرآن به ما میده با این شناختی که ما از کیهانشناسان داریم، از فیزیکدانان داریم، از اخترشناسان داریم سازگار نیست. شما چیکار میکنید؟ دست از قرآن میکشید یا دست از اون روایتی که اخترشناسان به ما میده میکشید؟ مثال هایی که داریم فراوانه. یکی از مثال خیلی رایج طوفان نوح است که آیا اصلا در عالم به اون اوصافی که در قصص الانبیا نقل شده یا در قرآن آمده همچین چیزی امکان داره که یه طوفانی بیاد کل عالم از بین بره، بعد یکی کسی پیدا بشه یه کشتی با چوب درست کنه، از همه گونه های جانوری یه چیز بذاره توش و بعد بالاخره حیات نجات پیدا کنه در کره زمین؟ یکی از نمونه های دیگرش آفرینش عالم در 6 روزه که آیا این آفرینش عالم در 6 روز با طول عمر شناخته شده ی عالم سازگار است؟ و این یکی از کشفیات جدیدیه که بعضی از
دین ستیزان سکولار میکنند. مشهورترین کسی که این کار رو انجام میده ریچارد داکینز است که میره با آدمای عادی دیندار گفتگو میکنه، میگه من از شما طول عمر عالم چقدر است، میگن اینقدر 6000 ساله، در 6 روز خلق شده این پیغمبر اومده، فرض 6000 ساله. بعد شما میگه که بله این با اخترشناسی سازگار نیست، این دیندارها اصلا نمیتونن علم عادی رو درک کنن به خاطر اینکه متن مقدس دارن، متن مقدس به اینا گفته حالا در 6 روز آفریدیم، پس معرفت دیگری فوق این وجود نداره. یکی از مثال‌های دیگر رستاخیز جسمانی است که آیا بعد از اینکه آدم‌ها مردند آیا می‌توانند دوباره برانگیخته بشوند در قالب همین تن و بعد ثواب و عقاب و پاداش و نمی‌دونم مجازاتی که خواهند دید به همین جسمشون دوباره تعلق می‌گیره؟ یعنی شما یه بهشتی خواهد بود که شما میرید اونجا عیش و عشرت می‌کنید، می‌خورید، می‌نوشید، یک کیفیت‌های بهتری از زندگی که در دنیا براتون حاصل نشده اونجا خواهید داشت. یه نمونه دیگه معراج پیغمبر اسلامه که آیا اصلا با عقل سازگاره که یک کسی با یه شش برم زدنی سوار بر یه اسبی بشه بره آسمون، بعد به کسی از ثانیه برگرده، بعد این تجربیات معنوی رو هم داشته باشه، چش بذاره رو هم ظرف غذاش سرد نشده برگشته باشه و بعد به شما بگه من رفتم معراج خدا رو دیدم. احوال آخرت هم همینجوره، جویهای بهشت هم همینجوره که ما جز تمام چیزهایی که به احوال آخرت تعلق میگیره، موقعی که اوصاف جسمانی، تعبیرهای جسمانی و مادی و برای تقریب ذهن برای آدمیان پیش میاد، یه اشکالاتی به وجود میاره که هر کسی که اولین برخورد رو با این متون داشته باشه بلافاصله برش سوال پیش خواهد آمد. یه نمونه دیگه مرده زنده کردن عیساست که یه پیغمبری میاد، یه کسی که به طور جسمانی مرده است میگه زندهش میکنیم. مثلا امکان داره کسی که مرد یک بار مغزش از کار افتاد، عقلش از کار افتاد، شما برگردونید؟ یعنی خلاف قانون طبیعت رفتار کنید. ما میدونیم که قرآن تصریح میکند به ظاهر، باطن، محکم، متشابه، تنزیل و تعویل که چیز تازه نیست. این دلالت ها هم توی قرآن وجود داره، هم توی احادیث و روایات پیغمبر و در میان شیعیان در سخن امامان شیعی. این حضور تعویل گرایانه با طیف های مختلفی که دارد، البته یه بخش انکار ناپذیری از تاریخ همه ادیان و مسلمانان به طور خاص است و شیعیان شاید به طور خاصه. ما موقعی که از تعویل صحبت میکنیم تنوعی در رویکردها داریم. در وقتی میگم تنوعی در رویکردها داریم یعنی که بالاخره همه به یه نحوی گرفتار هرمنوتیک هستن یا استنباط باطن گرایانه یا تعبیر مدارانه. در نتیجه این فهم ها متنوعند و متکثر، بعضی هاشون مبتنی بر لفظن، یعنی رویکرد ادبی دارن، یعنی تعبیر ادیبانند به خاطر اینکه به در واقع سازوکارهای ساختار زبان قرآن مثلا توجه میکنن. بعضی ها عقل بنیادن و در این حال ولایت ندارن، یعنی این نمونه های مشخصش عمده شیعیان هن، عموم اسماعیلیان هن، بعضی از شیعیان اسماعیلی اینجوری نگاه میکنن به تعویل، یعنی عقل آدمی و همزمان پذیرفتن ولایت امام زمان یا امام عصر یا امام معصوم در روایت های شیعیان مختلف یه بخش مهمی از فهم تعبیلی است که برآمده از اون آیه مشهور قرآن است که مبنای استدلال تعبیلی است که ولا یعلم تعبیله الا الله و راسخون فعل علم، کسی تعبیل قرآن رو نمیداند الا خدا و راسخون دل در علم، اونها که استوارند در علم، که بعضی ها این رو اینگونه تفسیر کردن که اون بعد از الله باید وقف آورد و راسخون فعل علم رفتی به این جمله نداره، که عمدتا تمام شیعیان یا بخش بسیار زیادی از شیعیان اونجا دیگه توقف نمی کنن، می گوین که خدا و راسخان در علم این تعبیر رو می دانن که این راسخ در علم در روایت شیعیان میشه امام شیعه. ولی تمام این فهمهای تعبیری ضرورتا شیعی نیستن. ما این نگاه های تعبیری رو بین اهل سنت هم داریم، فراوان نمونه داریم، به ضرورت هم بین صوفیان سنی مذهب نیست، مثلا زمخشری یا حتی غزالی البته رویکرد های تعبیلی که پیدا میکنه در اواخر عمرش هست، بعضی که تعبیل روحی پیدا میکنه زمخشری در کشراف این رویکرد های تعبیلی زارت کرد و تا بعدی آقاش مخالف هست. ولی نکته اصلی من این است که این فهم تعبیلی فقط اختصاص به شیعیان ندارد، یعنی شما بین عموم مسلمان ها این رو پیدا میکنید. حالا چون حوزه بحث ما در باره اسلام است میگیم مسلمان ها، ولی شما در مسیحیت این رو دارید، در یهودیت این رو دارید، در بقیه آیین ها هم این رو پیدا میکنید.
یه نکته مهمی که در رویکردهای تعویل گرایانه یا به زبان امروزی به زبان فرنگیانه اگه بخوام بگیم هرمنوتیکی وجود دارد این است که بسته به نقطه عظیمت اینها یا اینها به تمثیل و رمز و اشاره اتکا می کنن، یعنی در واقع بر رمزگشایی از این تمثیل ها اشاره ارجاع می دن یا سراغ مجاز و استعاره می روند که هر کدوم از اینها در تاریخ مسلمان ها نمایندگان بسیار برجسته ای داشتن. به طور مشخص ما می دانیم که بین تعویل گرایان سنی مذهب متکلم معتزلیان تأکید بسیار فراوانی بر رویکرد تعویلی بر اساس فهم استعاره ای و مجازی از آیات قرآن دارند و از آن سوی دیگر ما گروه هایی داشتیم مثل شیعیان به طور خاص مثل اسماعیلیان و بعضی از صوفیان که در برابر مجاز و استعاره جنبه تمثیلی و رمزی و اشاره ای تعویل براشون مهمه. اگه یه نمونه خیلی مشهور و شناخته شده نگاه تعویل گرایانه تمثیل مدار رو بخوایم اسم ببریم مولوی است، یعنی مولوی سنی عارف با معتزله سنی متکلم زمین تو آسمون تفاوت دارن. شما آشکارا میبینید که در مثنوی مولوی تحقیر میکند معتزله رو و موقعی که به خطاب معتزله میگوید که خیش را تعویل کن نی ذکر را، میگه اگه اشکالی وجود داره اشکال از شماست، اشکال از قرآن نیست، اشکال از اینکه شما بد میفهمید. برای همینی که فکر میکنید آیه قرآن مجازیست استعاریست. در میان شیعیان هم کسانی که نوع رویکرد تعویل گرایانه معتزله رو به شدت نقد کردن و در واقع اشکال وارد کردن به اینی که اینها تعویل رو فرو میکنند به مجاز و استعاره، اسماعیلیان بودن. اسماعیلیان فاطمی از کسانی بودن که خیلی نامبردار و مشهور بودن در انتقادهایی که اعتراضهایی که به معتزله میکردن. از میان اینها یکی حمیدالدین کرمانی است که به طور مشخص در راحت العقل از معتزله انتقاد خیلی شدیدی میکنه و المعید فدین شیرازی است که در مجلس سوم المجالس المعیدیه تقریبا یه بحث مفصلی دارد درباره اینکه نوع تعویل گرایی مبتنی بر مجاز معتزله از دید و اشکال داره و راه رو به ما رو به مقصود نمیرساند. تو دوره معاصر از کسانی که مفصل درباره تعویل کار کردن مطلب نوشتن یک نصحاب در بوزید است. من دو تا نقل قول از کتاب مفهوم و نصف ابو زید مفهوم و نصف ابو زید اینجا آوردم که ترجمه آقای مرتضی کریمی هست و دو تا نکته مهم اینجا میارم که از تاریخی برای ما بسیار مهم است. این متن رو نمیخونم ولی سعی میکنم به بازگویی کنم سخنانی که مدمت در از زبان نصر آمدال ابو زید اینجا میخونم. یکی از نکاتی که ابو زید به ما میگوید این است که تمدن اسلامی به خاطر که خیلی متن محور تعویل محور هم هست، به خاطر که به گفته او تعویل روی دیگر متن است و بعد میگوید که در طول تاریخ متاسفانه این مشکلی که پیش اومده اینه که به خاطر سیاست اندیشه حاکم هر وقت خواسته مخالفان رو خودش رو از میدان بدر ببره یا ساقان اندیشه مخالف رو سرکوب کند و بهشون بگه اینا بیمار دلن، به اینا انگ تعویل گرا زده و به آیه قرآن هم استناد کردن که آقا اینا دنبال متشابهات قرآن میرن تا فتنه جویی کنن برن سراغ تعویلش. و یه نکته ابو زید این است که باید توجه داشته باشیم که اگر رویکردهای تعویلی در بخشی از تاریخ مسلمانان به حاشیه رفته به خاطر این نیست که این تفکر پایگاه نداشته، به خاطر جریان‌های سیاسی است که اتفاق افتاده. نکته دومی که از ابو زید من اینجا نقل می‌کنم، ابو زید پیش از این بندی که اینجا من آورده‌ام اشاره میکند به یه روایتی که به عبدالله بن عباس برمیگردد که درباره تفسیر یا درباره فهم مسلمانان از رو از رعد و برق است که از عبدالله بن عباس میگوستن که رعد چیست و اون از پیغمبر نقل میکند که رعد فرشته ایست که چنین میکند و چنان میکند، یعنی تمام این نیروهای طبیعی رو میان فرو میکنند به یه فهم از نحوه کارکرد فرشتگان، یعنی یه فرشته اونجا وجود داره این کار رو انجام میده، یه فرشته مادی. ابو زید میگه که باید خیلی با احتیاط با اینها برخورد کرد. البته این که ابو زید میگه باید با احتیاط برخورد کرد به نظر من
تا حدود جا اشکال داره، به خاطر اینکه میشه اینها رو از جور دیگری فهمید. ابو زید میگه چنین بسنده کردن به این روایت هایی که از خودما اومده خطرناک است، به خاطر که از یه طرف مردم میان اینها رو خیلی ظاهرگرایانه میفهمن، یعنی ممکنه تا قیام و قیامت هر کسی مسلمان باشه بگه آقا این رعد و برقی که شما دیدید یه فرشته اون بالا نشسته در این کارا رو میکنه. خب شما موقعی که علم پیشرفت کنه میفهمید که فرشته رفت نداره دیگه، پدیده طبیعی است و میشه قابل توصیه. از آن سو به این نکته مهمی است که ابوزید میگوید علم رو تبدیل به دین میکند و در نتیجه دین میشه مجموعه ای از خرافات و خزعبلات و آثار گذشتگان. یعنی اون کسایی که میخوان از قرآن مثلا علم در بیارن، فیزیک در بیارن و توضیح پدیده‌های طبیعی در بیارن، خب بالاخره به مشکل برخورد، چون علم را خودشو میره، علم مثلا از قرآن مشهور نمیشود موقعی که پیشرفت علمی رخ میدهد. و نکته مورد اشاره ابوزید این است که موقعی که ما به قرآن نگاه میکنیم، به دین نگاه میکنیم، یه دلالت‌هایی فراتر از زمان و مکان درش وجود داره که اگر شما قرار باشد یه آیه از قرآن به علم زمان خودتون پیوند بدید، چون زمان، چون علم زمان شما تغییر خواهد کرد، به معنی که علم تغییر خواهد کرد، شما باید برید یه کار دیگه با اون آیه قرآن کنید. متن قرآنی که نمیتونید عوض کنید، در نتیجه باید تعبیر تفسیرتون رو، برداشتتون رو تغییر بدید. اگه برداشت شما تغییر کرد، دیگه نباید پیش از اون گره زده باشید این رو بدید. اشکالی که در این نوع کرد وجود دارد این است که از او تاریخی میشه این رو گفت که مسلمانان مختلف در دوره‌های مختلف تاریخی با تکیه بر علم زمان خودشون، با تکیه بر پیشرفته ترین علمی که در زمان خودشون میشناختن، وقتی آیه از قرآن میخوندن که میدیدن با عقلشون سازگار نیست، کوشش میکردن با همین عقل بشریشون در چارچوب سنت یا فهمی که از دین داشتن یا بسته به سنت دینی که درش بودن، شیعه بودن، سنی بودن، صوفی بودن، اسماعیلی بودن، تو همون چارچوب برای خودشون راه حل پیدا کنن. یه دیگه دنبال راه حل میگشتن، یه دیگه هم هرگز دنبال راه حل نمیگشتن، گفتن همینی که هست باید دنبالش را به مسئله اضافی نگه، سر و بیدرد خودمون رو دستمال نبرید. توی چند اسلاید بعدی یکی از کارهایی که من میکنم اینه که از این کسانی که اسمشون رو اینجا آوردم، از اخوان الصفا، از رسال اخوان الصفا، از قاضی نعمان و المعید فتین شیرازی، علتی که اینا رو کنار هم آوردم اینه که المعید فتین شیرازی ترجمه ای از متن عربی قاضی نعمان به فارسی ارائه کرده و من ترجمه فارسی المعید رو آوردم. علتی که اینها رو کم از هم جدا کردم این است که متنی که ما به فارسی میخوانیم با متنی که در عربی موجود است تفاوت دارد، به خاطر اینکه جنبه های عقلانی وارد ماجرا شده و این متن چاپ نشده، برگرفته از نسخه خطی است و برای اولین بار است که شما با این بخش هایی از ترجمه المعید استاد ناصر خسروز از قاضی نعمان برخورد میکنه. یه بخشی از رساله وصوفی ابن سینا رو آوردم، یه بخشی از رساله اسماعیلی که منصوب است به حاجی نصیر طوسی، که البته موضوع بحث ما هست که آیا کتاب مال طوسی بوده است یا نبوده است که فرع قصه است، و یه نقل قولی آوردم از این روزات همدانی. نقل قول اول من از رساله اخوان الصفا، جلد سوم رساله اخوان الصفا، سیل عنوان فی البعث و قیامه. من متن رو خیلی سریع برای شما ترجمه میکنم، یعنی دیگه وارد جزئیات ماجرا نمیشم که متن رو عربی براتون بخونم. اخوان الصفا میگن که کسانی که یه دهی هستن که قرآن میخونن، بعد اینا رضایت نمیدن به اینی که این قرآن رو همینجوری تسلیمن و تصدیقن بپذیرن. لا یرزون اگه اخوزو حاصل ال تسلیمن و تصدیقا، یعنی شما این قرآن رو بهش میدید بگه من زیر بار این نمیرم که شما بگه خدا گفته پس همینی که هست، ولی یوریدون براهین عقلیتون و حججون فلسفیه. و میگه اینایی که میخوان این کارو بکنن یه شرط لازم براشون وجود داره که اینا احتیاج به نفس پاک دارن، احتیاج به قلب صافی دارن، احتیاج به گوش شنوا دارن، نفوسون زکیتون و قلوبون صافیتون و اذنون واعیتون و اخلاقون طاهره. میگه شرط رسیدن به حقیقت اینه که شما درونت پاک باشه. شما نمیتونی با درون ناپاک بری سراغ تعبیر گرایی و اتصاف داشته باشی نتیجه مطلوب رو بگیری. این تعبیر دیگری از این بیت مثنوی مولوی است که میگوید آن کلام نور در دلهای کور می نپاید می رود تا اصل نور، و آن فسون دیو در دلهای کج می رود چون کفش کج در پای کج.
میگه شما اگه میخوای که نگید که آقا من همجوری تسلیم الله تصدیق نمای قرآن رو پذیرفتم، باید برید سراغ تهذیب نفس. ولی یه بخشی از این تهذیب نفس شما این است که به سراغ علم، که این ریاضت فلسفی من علم العدد و الهندسه و المنطق و طبیعیات داشته باشید. میگه شما علم تو درست بخون، علم زمانه خودت بیاموز، بعد برو در علوم الهیات نظر کن. یه شرط دیگه هم میاره که شما موقعی که وارد این مباحث میشید باید این تعصب رو بگذاری کنار، بگی که آقا این عقیده شیعه است، اون عقیده سنی است، این عقیده معتزلی است، اون عقیده اشعری است، این عقیده اسماعیلی است، اون عقیده اسماعیلی است. شما اگه دنبال حقیقت میروی اینا رو بذاری کنار، همه رو کنار هم میذارید، بررسی میکنید، علمتون هم درست میکنید، بعد وارد فهم قرآن میشید که این با رویکرد تسلیما و تصدیقا نرید جون. نقل قول بعدی که ادامه همون است و در واقع در امتداد بحث تنویل است که میگه که در آخرت است اینجا، که میگه که اینایی که اقرار دارن به اینی که یه آخرتی وجود داره، یه حیات پس از مرگ وجود داره، دو نوع هم. یا کسانی هم که به زبانشون اقرار میکنن بدونی که اصلا قلبشون بفهمه چی به چی اقرار کردن، یا یه معرفت حقیقی داره با عقلشون فهمیده باشن چه خبر از در عالم. دقیقاً نکته کسانی که بهشون میگن آقا بهشتی وجود داره، جهنمی وجود داره، در بهشت حوری وجود داره، شراب وجود داره، در جهنم عمود آتشی وجود داره، اینا بدون اینکه هیچ درکی داشته باشن با قلبشون و معرفت عقلی داشته باشن اقرار میکنن، میگن ما تسلیم قول انبیاییم، و چیکار میکنن؟ تقلید میکنن. اینها رو در زمره عوام قرار میدهند اخوان صفا. بعد میگن در طائفه الاخرى، این کسانی هستند که در کنار اقرارشون به اینها، در کنار تصدیق قول انبیا، اینا معرفت به حقیقت این دارن به عقلشون، یعنی در قلبشون تصور درست داشت دارن با عقلشون معرفت حقیقی به این پیدا کرد. بعد موقعی که میرسه به این آدمایی که منتظر آخرتن، میگه اینها یه عده هستن و کاملا جدا میکنه، آدمایی که قائل به معاد جسمانی هستن، آدمایی که قائل به معاد روحانی هستن. میگه عده از اینها منتظرن که این دنیا تموم بشه، ها تنتظر کونها و حدوث ها فی الزمان المستقبل این ده خراب سماوات و الارزن، یعنی این زمین آسمون در هم پیچیده بشه. آیه قرآن میکنن دیگه، میگه خب قیامت که بشه این خورشید تاریک میشه، این ستارگان اصلا میپاشن، زمین اصلا مزمحل میشه. و لا یعلمون من امور الا المحسوسات، میگه اینا هیچی از این امور جز این محسوسات نمیفهمن، به خاطر اینکه برای اینا قیامت فقط همین معنا رو میده دیگه، دنیا آخر برسه. اون طایفه دیگه اینا منتظر چیز دیگه هستن، یعنی منتظرون کشفن و بیانن و اطلاعا علیها، و هم الذین یعرفون الامور المعقوله و الجواهر الروحانیه و الحالات النفسانیه. اینا تو معقولات و به روحانیات و به نفسانیات کار دارن، این امور مادی رو معقول نمیدارن اینها. به طور خلاصه فهم اینها از آخرت این نیست که آخرت یا قیامت زمانی شروع بشه که دنیا و آخرت بشه، چون فکر قائل به این نیستن که این دنیای مادی به این سادگی شما میگید تموم بشه، ادامه پیدا میکنه هستن. میریم سراغ اساس و تعبیر قاضی نعمان. اینا دیگه تعبیر فارسی است که در ابتدای اساس و تعبیر قاضی نعمان میاره و المعید اینو ترجمه میکنه به فارسی. در واقع مبنای استدلالی قاضی نعمان است برای اینکه چرا ما احتیاج به تعویل داریم. از پیغمبر نقل میکنه، میگه هیچ آیه از قرآن برای من نازل نشد الا اینکه یه ظاهری دارد و باطنی دارد. و بعد استدلال میکنه و همه مسلمان ها میگه اینو قبول دارن، ولی این خبر هم تعویل میکنن. داری به موقعی که میگن پیغمبر گفته یه ظاهری داره یه باطنی داره، مخصوص این نبوده که این باطنش ممکنه با این ظاهرش فرق داشته باشه، و به همین دلیل به قول به روایت از معید اینا گمراه میشه. و میگه که در این قرآن خیلی آیات وجود داره و در بسیار آیات هاست در قرآن که مخالفان آن را منکر نتوانند شد و بی تعویل از آن بیرون شدن ممکن نیست، که امثال حق است. خدا مثل میزنه، چنانی که مثل زد اذا تعالی علم را به آب و مرگ را به کفر و زندگانی را به ایمان و روشنایی را به خدا و تاریکی را به گمراهی و همچنین نابینایی و کری و گنگی مثل زده است. اندر قصه داوود به زنان تا خردمندان را به جستن تعبیر دیگر آیتها دلیل باشد. و این استدلالی که میکنه رفتی به مجاز ندارد، یعنی این نمیگوید که این آب مجازن یعنی علم، یا برعکس علم مجازن یعنی آب، که اینا در واقع این حرف زده معید در کار خودش.
و این آیه رو نقل میکنه که پیش از این من آوردم که در قرآن هم این اومده است که بسیل کل امثال نظر به حال ناس ما یعقل های لعالم. در ادامه ای آیه از قرآن، فقط این آیه است، بسیاری از آیات قرآن رو نقل میکنه که در واقع این رویکرد عقلانی که مد نظر من بود در نوع برخورد این آدم ها با قرآن مشهوده. یعنی اینو برخورد ما در اسماعیلیان میبینیم، در صوفیان میبینیم، حتی در اشعار و معتزله رد پای این تفکر رو داره. این آیه قرآن نقل کرده است که خدا به پیغمبر گفتش که حضا عطا اونا فمنون او امسک به خیلی انصاف، همی گوید که این عطا ماست، بده و منت برنه بر خلق یا باز داره بر تو شمار نیست بدان. این ترجمه خیلی قدیمی قرن چهارم هجری است. میگوید که و اگر بدین قول مر ظاهر قرآن را خواسته بودی، ما دانیم که ظاهر قرآن بازداشتنی نیست. ما نمیتونیم بگیم آقا این ظاهر قرآن من یه بار برای شما خوندم دیگه به شما نمیدم، یه وقتی خوندی خوندی دیگه، و چاره نیست که رسول خدا به فرمان ایزد هم داده باشد و هم باز داشته. پس درست شد که آنچه داده است از قرآن ظاهر است، آنچه باز داشته است باطن قرآن که به فرزندان خیش داده است که امامان خلق هم به هم. بلافاصله به شما میگه از ظاهر همین آیه نمیشه فهمید که آقا مقصود از این عطا این لفظ قرآن فقط نیست، ظاهر قرآن نیست، اون چیزی که عطا است که شما منت بنه یا امساک کن و غیر حساب بدون حساب کتاب به هر کی خواسته بده یا نده، اون تعویله، تعویل است که به خود پیغمبر ربط دارد که تشخیص بده به کی میده به کی نمیده. یا آیه دیگری نقل میکند و این آیه از بازم از اون مبنای همین چیز است که براش بحث تعویل پیش میاد که در قرآن آمده و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قوم لیبین لهم. خب همه اینو فهمیدن که پیغمبر اسلام در میان عرب ها ظهور کرده، در نتیجه به زبان عربی حرف میزنه. دقت کنید این مسئله مال قرن 20 قصد قرن 21 نیست، تو قرن 4 هجری یه نفر مسلمون آیه قرآن میخونه و بعد میگه در این اشکالی وجود داره و ترجمه میکنه، میگه که این نفرستادیم پیغمبری مگر به زبان قوم او تا پیدا کند مریشان را و بدین سخن گفتن حد دین را همی خواهند بر اندازه هر مؤمنی به فرمان خداوند زمان تا به علم پرورده شوند. کاملا شیعی میکنه ماجرا رو. بعد اصطلاح میکنه که چرا باید اینجوری فهمه، میگه چه اگر جز این معنی بودی این سخن درست نیامدی، از بر آن که هر چه به جهان مسلمانان است قوم مصطفی است که وی رسول همه خلق است و زبان همه جهان تازی نیست. پس این بر حد تعبیر و رمز و اشارت براندیم تا به فهم شنوندگان نزدیکتر شود. میگه اصلا بعد آخرش میگوید که من این حرفایی که زدم اصلا احتیاج به منطق و فلسفه و کلام نداره، بیرون نشدیم به حد لفظها و سخنهای منطقیان و فیلسوفان الاخر. میگه شما از خود این آیه قرآن میتونید بفهمید که معنای دیگه ای داره. چرا؟ به خاطر که این مسلمانانی که در دنیا که هم عربی صحبت میکنن، بله شاید در زمان خود پیغمبر عربی صحبت میکنن، الان به هزار یک زبان صحبت میکنن. اگه شما قرار بشه قرآن یه جوری بگی که مردم نفهمن، فقط به زبان عربی باشه و مردم امکانی نداشته باشن که عربی یاد بگیرن، یعنی پیام خدا نرسیده دیگه، یه اشکالی وجود میاد اینجا. ابن سینا اینو من یه جای دیگه نقل کردم و کما بیش یه انعکاسی همون سخنی که در نوشته های اخوان الصفا دیده میشه، از تاریخی هم کما بیش هم نزدیکن، ابن سینا بعد از این هاست، ولی سخن کما بیش همون است که ابن سینا میگوید که اینایی که در دنیا وجود دارن در حقیقت معاد دو تا اعتقاد دارن، کمترین گروهی و بازپسترین در خرد و زیرکی معاد را منکرن، به خردمندترین اینشون به معاد گرویدن. میگه اینایی که منکر معادن اشکال عقلی دارن، اونایی که خردمندن معاد قبول کردن. بعد میگه تازه اینایی که معاد قبول کردن باز دو قسمن، یه عده‌ای میگن معاد جز کالبد را نیست و اینها منکر نفسن، اونایی که میگن معاد جسمانی است نفس رو انکار میکنن، و گروهی برانن که جز نفس را نیست، و اینها که معاد جز کالبد را ندارن جماعتی هن از اهل جدل که از علوم حقیقی هیچ بهره ندارن، پنداشتن که مردم همین کالبد است و حیات و مردمی دو عرضند در آن کالبد آفرید. به صراحت داره یه بخش بزرگی از مسلمانان ظاهرگرا رو اینجا به سینا نقد میکنه، و دقیقا به خاطر همین چیز هاست که عموم فیلسوفان رو از جمله آدمی مثل ابن سینا محل نقد متکلمان ظاهرگرا بودن. یعنی اینا میومدن به فیلسوفان نگاه میکردن که اینا معاد جسمانی رو منکرن، هر چقدر اینا اصرار میکردن گفتن ما مسلمانی، میگفتن نه شما این معاد جسمانی رو قبول ندارید پس شما کافرید. اون شعری که مشهور است که به ابن سینا نسبت داده هم که میگویند که گفته است که در ده یکی شومن و آن هم کافر، پس در همه ده
یک مسلمان نبود که ابن سینا گفته که اگر در همه عالم هیچ کس دانشمندتر وجود ندارد و من یه نفرم که این چیزا رو بهش اعتقاد دارم کافرم، پس مسلمانی در دنیا وجود ندارد. نقل قول بعدی من از روزه تسلیم است که چاپ‌های مختلف شده، اولین چاپش رو ایوانوف چاپ کرده و آخرین اخیرترین چاپ در چاپ آقای دکتر جلال بدخشانی است. و اینجا نویسنده میگوید که از خود این آیات قرآن برمیاد که اگر قرار باشد حکم این آیات رو بر ظاهر تنزیل فقط فرو بکاییم، احکام مختلف و متباعد نماید و بر حیرتی هرچه تمامتر ادا کند. میگه چند راه حلی که ما داریم اینه که بریم سراغ تعبیرش و آیه قرآن میاره. میگه شما آیه در قرآن دارید که میگه فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. شما خیر و شر رو به مثقال ذره جزا میدید. همین قرآن به شما میگه که من جا عبد حسن و له و شر امثال آشکارا متفاوتن اینا با هم. و من جا عبد سیء فلا یجزا الا مثلا. چطور ممکنه که مثقال ذره خیر یره و بعد مثقال در برابر مثقال بعد ده برابر میشه؟ یا این آیه دیگه که میگه یبدل الله سیئاتهم حسنات، بعد میگه ان الله یغفر الذنب جميعا انه هو الغفور الرحیم. و از این قبیل آیات زیاد پیدا میشه در قرآن که شما موقعی که کنار هم میذارید یه تعارضی وجود داره و این گره رو فقط میشود با فهم تمثیلی و فهم اشاری و فهم رمزی گشود. نقل قول بعدی از این قضات همدانی است که باز هم در روی آخرت است. این ترجمه فارسی متن عربی است که انتشارات نشر دانش منتشر کرده. فکر می‌کنم یکی از مترجمان اینها آقای دکتر رضا کوژه‌آبادی است. متأسفانه اسم مترجم دیگر از خاطرم رفته. میگه بیش از هر چیز بدان که روز آخرت از جنس این روزها نیست که با طلوع خورشید شناخته می‌شود، زیرا خورشید در روز قیامت در هم پیچیده می‌شود. این خورشید مادی را هم نمی‌گوید. و این که تعبیر از آن به روز آخرت شده است از تنگی عبارت است. این خیلی نکته مهمی است که لفظ و زبان بشری اینقدر محدود است که شما نمیتوانید معنا رو درش بریزید. چنانکه رسول از آن چنین تعبیر کرده است که الا ان الزمان قد استدار که هیئت یوم خلق الله السماوات والارض. و میگه که در قرآن هم آمده است که ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، و تا زمانی که آسمان و زمین چیزی نشود غیر از آنچه اکنون هست محال است که سالک به روز قیامت برسد. و این آسمان و زمین تعبیر استعاری است، ظاهر و باطن دین میگویند که آسمان و زمین است. این نقل قول از نامه های این غزات همدانی است که باز هم بر همون معیار و منهجی است که در رساله روزه تسلیم طوسی و منصوب به طوسی و اساس و تعبیر قاضی نعمان داره که آیه قرآن رو میخونه یه تعارض درش میبینه و بلافاصله میفهمه که یه جای کار با عقل جور در نمیاد. یعنی اون چیزی که شما از ظاهرش میفهمید نیست. میگه در قرآن آمده است و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بلافاصله ایراد میکنه، میگه اگر این رزق یرزقه من حیث لا یحتسب، رزق معده بودی، رزق مادی بودی و تقوا معلق نبود، رزق معده ابو جهل را بیش بودی که مصطفی را آشکارا به شما میگه که این رزق رزق مادی نمیتونه باشه، به خاطر که اگه رزق مادی بود مقید و مشروط به اون تقوا نبود. چرا؟ میگه که اینجوری بود این ابو جهل که رزقش بیشتر از رزق محمد مصطفی بود. و درجه میگه که آن رزق سماوی بود نه ارضی. بعد دوباره از آیه قرآن نقل میکنه که و الذی یرزقکم من السماء والارض. بعد ادامه میده دوباره از آیه قرآن که وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. این تقوا زمینه علم آموزی هم میشه، این تقوا زمینه گشوده شدن بابهای برکت از آسمان و زمین میشود و الی آخر. یعنی به شما میگه که این رزق مادی نمیتونه باشه، فقط چون نمیتونید این رو فقط به صورت ظاهری بخورید، یعنی نمیتونید به مردم بگید آقا شما تقوا ببرزید درآمدتون بیشتر میشه. نمیشه. این اصلا حرفایی که برعکسش اینجوریه که در بسیار شنیدیم یه عده دیندار میرن میگن آقا این علت این که در این کشور زلزله شده اینه که مردم گناه کردن. رو چه حسابی حرف زده؟ کاملا تصور ظاهرگرایانه و سطحی نگرانه است از دین که شما همچی ادعای میکنید، در که توضیح داره دیگه زلزله معلومه چرا پیش میاد، ربطی نداره که شما ایمان دارید یا ایمان ندارید. حالا برای اینکه خلاصه کنم من میخوام چند تا نتیجه از این بگیرم و با توجه به این چند تا مثالی که آوردم که البته دریای بیکرانی است و بی اندازه میشه از اینا مثال آورد. این بیتی که من اینجا آوردم زیر این بالای این اسلاید از ناصر خسرو است که میگوید که هر که در تنزیل بی تعبیل رفت او به چشم راست در دین
اعور است. کسی که فقط ظاهر قرآن رو بخونه و تعبیر توجه نکنه، اینگاه با یه چشم قرآن رو دیده است، یه چشم اینگاه کور است. یه جایی در آغاز انجام حاج نصیر طوسی در باره تفاوت بین شریعت عیسی و موسی و محمد به ما میگوید که شریعت موسی، دین موسی دین تنزیل است، دین عیسی دین تعویل است، دین محمد ابن عبدالله دین جمع بین تنزیل و تعویل است. و در جای دیگر آوردن که عیسی چشم چپش نابینا بود، موسی چشم راستش نابینا بود و پیامبر اسلام در هر دو چشم بینا بود، که آشکارا تعبیری است دیگه، یعنی همه میدونن که هم عیسی هم موسی هست، که هم مؤمنین میدونن، تاریخ شده دیگه ما روایت نکرد که عیسی و موسی و محمد نابینایی جسمانی داشتن، کاملا تعبیری است. یعنی این روایاتی که میگوید که عیسی چشمش راستش کور بود، موسی چشمش راستش کور بود، محمد در هر دو چشمش بینایی داشت، دلالت دارد بر غلبه رویکرد ظاهرگرایانه در دین عیسی، دین یهودیت، و غلبه رویکرد معنوی روحانی باطن گرایانه در دین عیسی و توازن بین ظاهر و باطن در دین محمد. با این هم خلاصه کنم، نکته اول این است که اگه مبنای ما سازگاری عقل و دین باشد، تمسکی به تعبیر ناگزیر است. یعنی شما اگه بپذیرید که عقل و دین با هم تعارض ندارند، ناگزیرید برید تعبیر کنید، ناگزیرید آیات قرآن رو تمثیلی بخونید. اگر بگوید که نه متعارضن، خب مسئله حل دیگه، اصلا شما وارد این موضوع نخواهید شد. ولی کنار گذاشتن تعبیر و اینی که اصرار کنیم که ما دین رو تحت لفظی بفهمیم، به قول اخوان مصطفی تسلیما و تصدیقا، این تعارض ها رو حل نمیکنه. تعارض ها همچنان باقی میمونه. یعنی یه جای چنگ میاندازد به جان آدمی، به عقل آدمی. فرض کنید آدمی در قرن 21 زندگی کرده، درس خونده، تحصیل کرده، میره بیولوژی میخونه، میره تاریخ میخونه، باستان شناسی میخونه، فیزیک میخونه، بعد میفهمه این قصه هایی که درباره آفرینش عالم بهش گفتن، درباره آفرینش آدم و حوا بهش گفتن، با این چیزی که شما در علمی آموزی تفاوت داره. شما بالاخره یک کدوم رو باید انتخاب کنید، که نمیتونید قائل باشید هر دو تا حقیقتن و هر دو تا با هم متعارضن و شما بگید ما هر دو تا میخوایم حفظ کنیم، یا این حقیقت یا اون حقیقت است. تنها رایی که شما دارید که دو تا سخن ظاهرا متعارض با هم جمع بیاورید اینی که یکی رو به طور تمثیلی بخونید. خب شما نمیتونید علم که تمثیلی بخونید، که نمیتونید که دریافت تجربه گرایانه علم رو به صورت رمزی بفهمید. ناگزیر شما باید برگردید به رمزی خواندن متن قرآن، که این بابا پیشاپیش گشوده شده. خود قرآن به شما میگوید که باید رمزی بخونید، باید تمثیل گرا باشید. خود خدا به شما میگه که من مثل برای شما زدم. لذا فهم تمثیلی از دین نه جدید است نه استثنا. قدمتش هم زمان خود پیغمبر میرسه. حالا میشه توی منابع مختلف نشون داد، میشود ادعا کرد که ما از زمان نزدیک به زمان پیغمبر کتاب نداریم. خب نداشتیم، به خاطری که یه 150 سال طول میکشه تا نهضت ترجمه را بیفته، تو کتاب نوشتن به شکلی که در دوره‌های بعدی پا میگیرد بین مسلمان‌ها و به قول ابو زید میشه تمدن یا دین متن محور، یه 100 سالی زمان میبرد تا تبدیل بشه. ولی اصل نکته این است که ما موقعی که از فهم تمثیلی حرف میزنیم، نه از چیز تازهی صحبت بکنیم، نه از چیز عجیب غریبی حرف میزنیم، نه از چیز استثناء آمیزی حرف میزنیم، نه برداشت گمراهانه یه عده فتنگر رو نمیدونم گمراه و منحرف بوده. یه چیزیست که در متن تفکر دینی وجود داره. اگر قرار باشد که دینداری آدم ها زاینده و بالنده باشه و زندگی کنند، ناگزیرن این رو تعبیری بفهمن. شما نمیتونید بگید خدا آدم رو در 6000 سال آفرید و اولین انسان روی کره زمین آدم و حوا بودن و همزمان برید مدرسه درس هم بخونید، دانشگاه برید درس هم بخونید و بعد قرآن هم بخونید و اعتقاد داشته باشید هر دوشون با هم سازگار. نمیشه. بالاخره باید از این عبور کنید. فهم ظاهرگرایانه هیچ چاره‌ای ندارد جز اینی که به انکار خود اون اصل ماجرا منجر شود. خیلی ممنونم. از شما درد نکنه که گوش دادید. کسانی که اینجا رو دنبال میکنن، اگر به گوشه سمت راست پایین ویدیویی که میبینن مراجعه کنن، میتونید مشترک بشید و ویدیوهایی که بعدا من در این کانال میذارم رو ببینید. نظری اگر داشتید میتونید برای من کامنت بذارید.
من کامنت ها رو میبینم و اگر لازم باشد تو علنی جواب میدم یا اگر خواستید میتونید من ایمیل بزنید. نکته آخری که من میخواستم درباره این مطلب که خدمت شما ارائه کردم عرض کنم این است که این جنس سخن ها احتیاج به بحث خیلی طولانی تر دارد. به این شکل نیست که بگیم ما در نیم ساعت 40 دقیقه میتونیم سرین رو به بالین بگذاریم و جواب همین مسئله رو داشته باشیم. هیچ تردیدی ندارم که مواضعی وجود دارد که در اینها تشکیل میکنن مخالفین هستن، ولی به همون اندازه که از این بر روایت مخالف وجود داره به همون اندازه هم الا ماشاءالله موضع وجود داره که یه دیگه نو پاسخ دادن و این بحث علمی همچنان جریان داشته است و پایان نمیپذیرد. شب همگی خوش، خداحافظ.